بینندگان عزیز تلویزیون ایران زمین و ایران زمین کانادا سلام عرض میکنم. پیه اسکوی هستم، مشاور رسمی مهاجرت به کانادا و با برنامه دیگر از سری برنامه های مهاجرت و اخبار جدید مهاجرت خدمتون رسیدم تا هم بازگو کننده جدید ترین اخبار و سوالات رسیده باشم. اگر شاهد برنامه های گذشته ما باشین، صحبتی داشتم در رابطه با تغییراتی که ممکن هستش روی جدول مشاغل و نحوه امتیازبندی اونها در واقع صورت بگیره. الان که تقریبا یک چیزی حدود یک هفته هستش که این در واقع نظرسنجی ها شروع شده، در واقع کانسرن خیلی ها رو زیاد کرده در رابطه با اینکه آیا این مشاغلی رو که در واقع در نوامبر 2008 اعلام شد ممکن هستش که تغییر بدن، و اگر که تغییر داده بشه چه تأثیری روی پرونده هایی که الان در واقع سابمیت شدن یا در گذشته سابمیت شدن یا در آینده سابمیت میشن در واقع خواهد داشت. همونطور که در قبلا هم گفتم، معمولا قوانین کانادا رتروکتیو نیستن. فقط یک بار در واقع این اتفاق افتاد که قوانین رو رتروکتیو کردن و اون به این معنا هستش که این وقتی که یه قانون جدیدی میاد توی مهاجرت، معمولا مثلا میگن که از اول اپریل این قوانین رو میذارن یا از مثلا ماه ژانویه این قوانین میاد، یا اینکه اگر که کارت جدیدی بناست که صادر بشه یا اگر که نحوه خاصی از مهاجرت بناست که تغییر بکنه، معمولا این رو به یه تاریخی در آینده تاریخ گذاری میکنن. فقط یک دفعه در واقع قوانین کانادا عطف به ما سبق شدن که البته خانم دایان فینلی که اون موقع وزیر مهاجرت بود خیلی سفت و سخت پای این قضیه وایساد که این اصلا دیسکریمینیشن نیست و به مجلس هم اون رو در واقع قبول کرد، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که اقتصاد کانادا میچرخه و در این بحران اقتصادی که خیلی از کشورها باهاش مواجه شدن، کانادا خیلی کمتر و یا خفیفتر در واقع با اون مهاجرت با اون بحران روبرو شد، مهاجرت به این کشور هستش، هم از طریق نیروهای تخصصی و هم از طریق سرمایه گذاران و کارآفرینان که خب میتونن هم فدرالی باشن و هم در سطح استانها در واقع پذیرفته بشن و بیان مشغول فعالیت و زندگی بشن. اگر که این قوانین بخواد تغییر بکنه یا اینکه جاب لیست بخواد که در واقع کوتاه‌تر یا بلندتر بشه، شانس این هستش که در واقع باز دوباره بذارن برای یک تاریخی از آینده، ولی ممکن هستش که اون تاریخ آینده خیلی دور نباشه. مثلا ممکن هستش که اواخر مارس اعلام بکنن که از اول فوریه و از ببخشید از اول اپریل در واقع این قوانین رو اعمال خواهند کرد، یا اینکه مثلا یه تقریبا یه دو سه هفته بذارن. ولی اینی که ممکن هستش که رتروکتیو هم بشه احتمالش هست، و در واقع اون شایعی که الان حالا شایعه نه به صورت خبر غیر موثقی که الان هم اومده این هستش که ممکن هستش که هم این لیست مشاغل تغییر بکنه و هم نحوه امتیاز دادن و امتیاز بندی اینها تغییر بکنه. اگر که در واقع در مورد کبک خاطرتون باشه، من گفتم که کبک نه تنها در واقع مشاغلی رو که احتیاج داره رو سریعتر پروسس میکنه، بلکه به اونها یک بونس پوینت هم تعلق میگیره. یعنی در واقع جدول کاری که کبک ارائه کرده خیلی کامل تر هستش از اون چیزی که فدرال در واقع داره روش کار میکنه. کبک میگه من تمام مشاغلی رو که هستن رو پرونده هاشون رو میگیرم و میذارم توی نوبت برای پروسس کردن، و اون پروسس کردنشون مبنی بر این هستش که آیا من به نیروی کار شما در کبک احتیاج دارم، چقدر احتیاج دارم و یا اصلا احتیاج ندارم. کبک برای کسانی که در واقع یکی از مشاغل مورد نیازشون رو داشته باشن تا سقف 16 امتیاز هم بونس پوینت در نظر میگیره، یعنی 16 12 6 یا در حتی بعضی از موارد کمتر هم ممکنه یکی دو امتیاز در نظر بگیره، و بعد هم میگه که آیا شما مشمول پروسس سریع میشین یا نمیشین. ممکن هستش که دولت فدرال کانادا بیاد یه همچین پروسسیس رو ادابت بکنه، یعنی بگه اگر که شما به عنوان مثال پرستار هستین
برای لیسانس پرستاریتون یک امتیاز در نظر میگیریم، به علاوه یک بونس پوینتی در نظر میگیریم و شما رو مشمول پروسس سریع هم میکنیم. دلیل اینکه پرستاران رو مثال زدم این هستش که پرستاران در کانادا به شدت رو به مهاجرت هستن به کشورهای دیگر، مخصوصا آمریکا، و به همین دلیل کانادا همینطوریش که با تعداد زیادی کمبود پرستار مواجه بود، تخمین زده شده که در چند سال آینده درصدی که پرستار در بیمارستان ها کم هستند ممکن هستش که به تعداد بسیار قابل توجهی برسه که اصلا غیر قابل جبران باشه. روی این اصل بعضی از استانها اومدن یه تسهیلاتی رو برای پرستاران قانع شدن که نگهشون دارن در کانادا، ولی که هنوز کشورهایی که در اروپا هستن، مخصوصا شمال اروپا و آمریکا، برای پرستاران خیلی جذابتر هستن و روی این اصل پرستارانی که در داخل کانادا تحصیل کردن و پرستار هستن، چندین سال سابقه کار دارن و یا کسانی که وارد کانادا میشن و لایسنسشون رو میگیرن و بعد چندین سال سابقه کار کانادایی پیدا میکنن، احتمال مهاجرت کردنشون به کشورهای دیگه خیلی زیادتر میشه. روی این اصل پرستارها رو ممکن هستش که مثلا مشاغلی مثل پرستاران ها ممکن هستش که روی لیست مشاغل نه تنها نگه دارن، بلکه به صورت بونسی یا پوینتی بهش نگاه بکنن. و این که گفتم، البته میگم به صورت یک خبر غیر موثق هست و پرستاران فقط مثال بودن. ممکن هستش که مثلا شما بعضی از مشاغل دیگر رو هم ببینید که این شامل این امتیاز بندی جدید دولت فدرال کانادا بشن، ولی همچنان چیزی که مهم هستش این هستش که لیست مشاغل تغییر نکرده و احتمال تغییر هم در دو سه ماه آینده کم هستش، به خاطر اینکه تا اواسط ماه اپریل این نظرسنجی ها ادامه خواهد داشت و بعد هم جمع‌آوری این اطلاعات و در واقع فرستادنشون به مجلس برای اپرووال ممکنه که یه چند ماه دیگه طول بکشه. ولی همونطوری که میدونید ممکن هستش که این برای بار دوم در واقع به صورت عطف به مصوب یا رتروکتیو باهاش برخورد بشه. و روی این اصل اگر که کسی رو دارین یا خودتون متقاضی مهاجرت به کانادا هستین و در یکی از اون لیست مشاغل هستین، خوب هستش که اقدام بکنید. و یک تیکه آماری هم این که از مارچ 2008 تا در واقع مارچ 2009، یک ساله اگر که بخوایم در نظر بگیریم، 2010 ببخشید، دو ساله بخوایم در نظر بگیریم، یک چیزی بالغ بر 300 و خورده هزار فایل کامل شده در سفارت هایی که مشغول بررسی پرونده ها طبق قوانین جدید هستند. یعنی تعداد فایلی که در واقع برای سفارت ها رسیده به صورت کامل نه بهشون رسیده و هنوز مدارک ارائه نکردن، یعنی قسمت دوم که ارائه مدارک هست رسیده در وزارت خونه ها و داره پروسس میشه و تحت پروسس هستن، بالغ بر 300 هزار پرونده هستش که البته مبلغ مقدار زیادی پرونده هستش و همین مسئله ممکن هستش که مجدداً این روند بررسی پرونده ها رو در واقع یه مقداری طولانی تر بکنه از اون چیزی که استیمیت بوده. طبق چیزی که وزارت مهاجرت در ماه مارس اعلام کرد، گفتن که ما معمولاً تمام پرونده ها رو به صورت اوریج طبق قانون جدید 7 ماه مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اون چیزی هم که ما داریم میبینیم روی پرونده های خودمون، 7 تا 8 ماه تقریباً یه چیز کاملاً منطقی هستش و دیدیم که اگر که در واقع مدارکی خواستن با همون تماس گرفتن یا اگر که پرونده قانع کننده بوده شخص رو به مصاحبه دعوت کردن، اگر که اطلاعات زیادی میخواست افسر یا اینکه نیاز داشته که حتما با اون شخص مصاحبه بکنه. و حالت سومش هم که الان داره خیلی زیاد اتفاق میفته رو پرونده هایی که ما داریم میبینیم، پرونده هایی هستن که بدون دعوت به مصاحبه معاینه پزشکی رو گرفتن که اون خودش در واقع 2-3 ماهی در واقع ذخیره زمانی هستش که تا بخواد شخص مصاحبه بره و بعدم منتظر معاینه پزشکیش باشه، حداقل 2-3 ماهی توی پرونده جلو میفته. روی این اصل چون مجبور هستن که اون مدت 6 تا 12 ماه رو نگه دارن و تعداد زیادی از پرونده ها رو گرفتن الان و تعداد زیادی پرونده داشتن از قبل که بایستی پروسس می کردن، که طبق آمار آخری که رسیدش بالغ بر 600 هزار پرونده بوده در کل
ویزا آفیس هایی که در کل جهان الان مشغول فعالیت هستن روی این هستش که میخوان حتما اون سرعت رو نگه دارن، هنوز مشاغل مورد نیاز رو در کانادا احتیاج دارن که در کانادا بگیرن، و برای همین هستش که بعد از تقریبا 2 سال دارن میان این رو بررسی بکنن و ببینن که آیا نیاز به این هستش که لیست مشاغل رو کوتاه‌تر بکنن و یا حتی بلندتر بکنن، به علاوه این که آیا امتیاز بندی رو تغییر خواهند داد یا نه. اگر که روی لیست مشاغل دقت بکنیم، اولین لیستی که اومد بیرون 38 تا شغل بود، ولی الان خیلی از مشاغل هستن که بیشتر از تعداد دیگه، یعنی بعضی از مشاغل هستن که متقاضیانشون از بعضی مشاغل دیگه زیادتر بوده. و یک پیشنهاد دیگه‌ای که شده این هستش که در واقع یه سیستمی در کانادا پایه‌گذاری بشه که وقتی که یک تعدادی مثلا فرضاً 400 تا مثلا پرونده در زمینه مدیریت مالی سابمیت میشه، البته 400 تا که نه، فرضاً بگیم مثلا 40-50 هزار تا مدیریت مالی میرسه به دفتر نووسکوشیا که برای پروسسش و گرفتن فایل نامبر اولیش باشه، اینطوری میگن که میخوان در واقع پیشنهادی هستش که یک سیستمی گذاشته بشه مبنی بر این که وقتی که اون شمارنده میرسه به اون تعدادی که لازم هستش که بیاد توی کانادا و کمبودش اعلام شده، فلگ بکنه که دیگه پرونده جدیدی در این حداقل یک زمینه شغلی قبول نمیشه، و اگر که پرونده ای سابمیت بشه بدون پروسس کردن، بدون دادن فایل نامبر، بدون گرفتن هیچ رکوردی، بدون نگه داشتن هیچ رکوردی، برگردونن به در واقع اون کسی که تشکیل پرونده داده، حالا یا به وکیلشون یا به خود شخص متقاضی. اینها در واقع تمام تغییراتی هستش که میخواد اتفاق بیفته. تغییر مشاغل هست، ممکنه کوتاه‌تر بشه، ممکنه بلندتر بشه. حدس من این هستش که کوتاه‌تر خواهد شد از 38 لیست. حدس من این هستش که خیلی از اون مشاغلی که در واقع مشاغل خیلی تخصصی هستن روی این لیست خواهند موند، و حدس من این هستش که بعضی از مشاغلی که در واقع نادیده گرفته شدن قبلن و الان در کانادا مثلا خیلی نیازش نشون داده میشه، در واقع اونها به لیست اضافه میشن، و امتیاز بندی هم ممکن هستش که تغییر بکنه، هم روی امتیاز در واقع اون مدرک تحصیلی و هم روی امتیاز اون سابقه شغلی که شخص داره، ممکن هستش که اینها رو یه مقداری بالا پایین بکنن یا حتی پس مارک رو بالا ببرن. البته بردن پس مارک به بالاتر از این 67 که هست به نظر من خیلی بعید هستش. من حدس میزنم که برای مشاغل احتمالاً بونس پوینت در نظر میگیرن، چون معمولاً فدرال خیلی نگاه میکنه به اینکه ببینه که کبک چی کار میکنه در همه مشاغل، و کبک معمولاً پیشرو بوده در تمام تغییراتی که در زمینه گرفتن نیروی متخصص در کانادا بوده، و بعد فدرال نه تقریبا نه 100%، ولی یک جورهایی اون چیزی رو که کبک اعلام کرده یا اون چیزی رو که کبک انجام داده رو اومده و ادابت کرده و به نیاز خودش در واقع یه جوری تیلر کرده که بتونه از اونها استفاده بکنه. این ببخشید، این به صورت کلی هستش برای اون دسته از عزیزانی که خیلی سوال داشتن و خیلی ناراحت بودن و اضطراب زیادی داشتن روی اینی که اگر که لیست مشاغل تغییر بکنه چطور روی اینها تاثیر خواهد گذاشت و آیا ممکن هستش که پروندهشون در نیمه کار رد بشه یا نه. اینو میتونم به جرئت بهتون بگم که اگر که کسی مدارک ارائه کرده باشه، بسیار بعید میدونم که پروندهش رو برگردونن. اگر که کسی در واقع فایل نامبر گرفته و مدارک داده، بسیار میتونم بگم که پروندهش در جای امن و امان و سیف هست، و اونهایی که در واقع هنوز اقدام نکردن و فقط فایل نامبر نووسکوشیا رو دارن، ممکن هستش که یه مقداری موقعیتشون جپردایز بشه، ولی هنوز هیچ کسی چی رو نمیدونه. ولی چیزی رو که در واقع من به همه مشتری‌های خودم و کلاینت‌های خودم دارم توصیه می‌کنم این هستش که اگر که می‌خواید اقدام بکنید، سریع‌تر اقدام بکنید، و دوم این که وقتی سریع‌تر اقدام می‌کنید همچنان یک چشم هم به اینه که کوالیفای میشید یا نه داشته باشه. یعنی اگر که فکر می‌کنید که الان زبان انگلیسی یا فرانسه‌تون در حدی نیستش که بتونید اون امتیازات لازم رو بگیرید، الان اقدام نکنید. در واقع سعی بکنید که خودتون رو برسونید به اون کوالیفیکیشنی که بایستی داشته باشید،
و بعد اقدام بکنید، ولی همزمان در واقع یک چشم به این و یک چشم به اون طرف داشته باشین که بعدم دچار در واقع سورپرایز هایی که سر راهتون میاد و ممکن هستش که در مهاجرت صورت بگیره نباشین. نکته آخر که برای همه مهم هستش که بدونن این هستش که کانادا بازار، یعنی کانادا روی مهاجرت میچرخه و اینه که شایعه‌ای که کانادا دیگه مهاجر نخواهد گرفت و دیگه مهاجر تخصصی نخواهد گرفت یا اینکه مهاجر تجاری نخواهد گرفت اصلا صحت و واقعیت نداره و نه تنها در چند سال آینده مهاجرت کم نخواهد شد، بلکه نرخی که هستش که روی تقریبا 1/10 جمعیت کانادا هست ثابت خواهد موند، منتها این تقسیم میشه بین گروه های مختلف مهاجرت و تخصصی ها معمولا یه مقدار قابل توجهی رو دارن، تجاری ها هم سهم خودشون رو دارن. تنها گروهی که ممکن هستش که یه مقداری کمتر و دیرتر باهاشون در واقع برخورد بشه کسایی هستن که اسپانسر میشن به عنوان پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ در واقع اونها هستن، ولی کسایی که در واقع اسپانسرشیپ همسر و فرزند رو هم دارن انجام میدن پرونده هاشون همچنان با سرعت انجام میشه. و آخرین گروهی هم که هستن که معمولا خیلی تخصص من نیست و من خیلی هم وارد نمیشم، کسایی هستن که به صورت پناهنده یا رفیجی وارد کانادا میشن که طبق آخرین خبری که امروز اعلام شد از طرف وزارت مهاجرت کانادا، تعداد کسانی رو که در واقع کانادا داره به صورت مهاجر میگیره از اوورسیز، یعنی از کشورهایی که به صورت UN در واقع اونها فعالیت داره و اینها از طریق UN میخوان پناهنده بشن، کانادا درصد کسانی رو که در از این طریق در واقع خواهد گرفت به عنوان اینکه وارد کانادا بشن که جای امنی برای زندگی داشته باشن رو هم زیاد خواهد کرد. روی این است با توجه به تمام این صحبتهایی که خدمتون کردم، هیچ نشانه از کند شدن روند گرفت پذیرش مهاجر در کانادا وجود نداره، ولیکن قوانین در هر زمانی ممکن هستش که تغییر بکنن و تغییر قوانین هم باز دوباره چیز جدیدی نیست. بارها و بارها در حد اقل میتونم بهتون بگم که تو 7 سال گذشته 8 سال گذشته تقریبا از سال 2002 دائما این بازار دستخوش تغییر و تحول بوده و همیشه تغییر و تحول به سمتی بوده که مهاجرت رو آسون بکنه و حتی اگر که یه تغییری اومده و یه مقدار این مهاجرت رو سخت تر کرده، بلا فاصله بعدش اعلام شده که در واقع یه لیفتی کردن اون قوانین رو که بتونن آسون تر بکنن، چون کلن کانادا روی مهاجری میچرخه، هم روی سرمایه‌شون و هم روی نیروی تخصصی که وارد کانادا میکنن. بعد از این قسمت میرسم به در واقع باز دوباره شایعی هست که در مورد تغییر قوانین اینوستورز ها هستش، کسایی که به صورت سرمایه گذاری ثابت اقدام میکنن. دولت فدرال و دولت کبک که در واقع اینوستورهای بیشتر، یعنی در واقع تنها دولت‌هایی هستن که اینوستور رو به صورتی که ما میشناسیم پروسس میکنن، البته دولت بریتیش کلمبیا و بقیه دولت‌ها هم هستن، ولی منتها اونها بیشتر جنبه کارآفرینی دارن تا در واقع نیروی سرمایه‌گذاری ثابت. سرمایه‌گذاری ثابت که 120 هزار دلاری هست به صورتی که ما میشناسیمشون توی بازار، الان مدت ها هستش که بحث بر سر این هستش که 120 هزار دلار رو که سرمایه گذاری ثابت یا 400 هزار دلار رو که در واقع سرمایه گذاری هستش که بعد از 5 سال برگردونده میشه به شخص متقاضی زیاد بکنن، به علاوه این که ارزش دارایی هایی رو که یک شخص هم بایسته نشون بده رو میخوان که در واقع این رو زیاد بکنن. این هنوز به جایی نرسیده، ولیکن خیلی از افرادی که در واقع دست اندر کار این قضیه هستن، مخصوصا بانک هایی که به صورت واسطه عمل میکنن برای این سرمایه گذاری ها، مثل بانک دژاردن، مثل بانک اسکوشیا یا مثل بانک های ای جی آی و اینها، اینها میخوان که این یعنی با این روند مخالفت دارن، به خاطر اینی که وقتی که کانادا 120 هزار دلار رو میگیره و از شخص میخواد که 800 هزار دلار نشون بده، این در قابل رقابت هست با کشورهای دیگه‌ای که مثل انگلستان یا آمریکا که سرمایه گذار میگیرن.
با این تفاوت که وقتی که انگلستان سرمایه گذار میگیره یا وقتی که آمریکا سرمایه گذار میگیره، مبلغ سرمایه گذاری خیلی بالاتر هستش، ولی پول رو زودتر برمیگردونن اگر که اون سرمایه گذاری ثابت باشه. به علاوه این که زمان پروسس کردن این کل این سرمایه گذاری بسیار کوتاهتر هستش با توجه به اون چیزی که در کانادا اتفاق میفته. الان بانک ها در واقع با دولت ها یک کانادا و دولت فدرال کانادا و دولت کبک یک حالت در واقع جر و بحثی دارن که اگر که شما میخواین 800 هزار دلار رو برسونید به سقف 1 میلیون و یا 120 هزار دلار رو برسونید به 150 به 180 یا حتی 200، لازمش این هستش که زمان پروسس کوتاه‌تر بشه. یعنی که اگر که من الان میخوام 200 هزار دلار بدم و وارد کانادا بشم، شما بایستی من رو زیر یک سال پروسس بکنید که من بتونم بگم که این قابل رقابت هست با اون چیزی که آمریکا یا انگلستان که در واقع دو تا کشور دیگه هستن که رقابت دارن با کانادا در این زمینه، بتونم که من در واقع یه حالت رقابتی ایجاد بکنم که کانادا اون در واقع محبوبیتش رو و اون جذابیتش رو برای گروه سرمایه گذاران از دست نده. این هنوز در حد بحث و حرف هستش، هنوز هیچ تصمیم گیری مبنی بر این که آیا این اعمال خواهد شد یا اعمال نخواهد شد نیست، ولی اینو میتونم حداقل در رابطه با پرونده های تجاری کبک به صورت 100% به شما بگم که شامل پرونده هایی که الان در واقع سابمیت شدن و فایل نامبر گرفتن و در نوبت مصاحبه هستن نخواهد بود. این در واقع باز دوباره میاد یه دیتی میخوره، مثلا مثل می یا جون یا جولای همین سال یا هر وقت دیگه که این قانون اپروف بشه که پرونده هایی که بعد از اون تاریخ در واقع سابمیت میشن شامل قوانین جدید خواهند شد. و در مقایسه با دولت کبک و دولت فدرال هم دقت بکنید که کبک که الان سریع هست، تقریبا یه چیزی حدود 6 ماه طول میکشه تا مصاحبه بدن که با بقیه کارها و اینها ممکن هستش که به 1 سال و 3-4 ماه برسه. ولیکن در مقایسه با دولت فدرال که پرونده هایی که الان از سوریه بررسی میشن حداقل 38 ماه طول میکشن که بررسی بشن و در واقع مدت زمان خیلی زیادی هستش که برای یک نفر بخواد سرمایه گذاری اقدام بکنه و مبلغ خیلی زیادی پرداخت بکنه و در این صف طولانی هم منتظر بشه. روی این اصل اپروف شدن این قانون مستلزم این خواهد بود که کانادا هنوز جذابیتش رو و محبوبیتش رو بین کشورهای دیگه که نیروی سرمایه گذار میگیرن حفظ بکنه و روی این اصل هستش که خیلی به بیگدار به آب نخواهند زد. ممکن هستش که تغییرات رو در دو مرحله اعمال بکنن یا اینکه یکیش رو اعمال بکنن و اون دومیش رو در واقع نگه دارن که بعدها اعمال بکنن، ولی اگر که بخواد هر کدوم از این تغییرات اعمال بشه، شانس اینه که پروسس رو کوتاه‌تر بکنه برای افراد سرمایه گذار خیلی زیاد هستش. به عنوان آخرین صحبت هم که این رو چندین جلسه من میخواستم بگم ولی متاسفانه وقت اجازه نداده، این هستش که کسانی که مدرک فنی و حرفه‌ای دارن و همیشه از ما سوال شده که آیا این مدارکی که فنی و حرفه‌ای هستن از نظر کانادا قابل قبول هست یا نه. مدارک فنی و حرفه‌ای که در ایران هستن متفاوت هست با اون چیزی که مدارک فنی و حرفه‌ای در کانادا هستن و یا آمریکا هستن. معمولا مدارکی که مربوط به کالج ها هستن در کانادا و آمریکا خیلی شناخته شده هستن و خیلی راحت قبول میشن، ولی چیزی که در کانادا اتفاق میفته این هستش که شما صرف نظر از این که چه رشته ای دارین میخونید و چند ساله هست یا چند ترمه هست، شما همیشه در اون مدرسه‌تون یه دونه ریزنمرات دارین. حالا اون کالج هستش، دانشگاه هستش، مؤسسه خصوصی هستش، پابلیکلی فاند شده یا هر چی که هستش، شما همیشه یک شماره‌ای دارین که مبنی بر این که با اون شماره میتونید همیشه ثبت نام بکنید برای واحدهای خاص. در مقابلش در ایران معمولا مؤسساتی که فنی و حرفه‌ای هستن ریزنمرات ندارن و اینجا هستش که مدارک فنی و حرفه‌ای برای مهاجرت به کانادا یه مقداری دردسرساز میشن. چون توی کانادا وقتی شما میخواید مهاجرت بکنید توی لیست مدارکتون اگر که دقت کرده باشین همیشه از شما مدرکتون رو میخواد که چند سال در واقع خوندین و به اون مدرک رسیدین، به علاوه ریزنمراتتون رو میخواد که اون ریزنمرات در واقع ساپورت کننده این هستش که شما چند ترم خوندین یا چند ساعت تحصیلی تحصیل کردین.
برای مدارکی که فنی و حرفه‌ای هستن به صورت عمده که بخوام بگم، حالا منهای ریزه نمراتش که یه مقدار قضیه رو پیچیده تر میکنه، این هستش که اگر شما 900 ساعت تحصیلی درس خونده باشین در یک مؤسسه فنی و حرفه‌ای، میتونید بگین که در واقع 12 سال تحصیلی به علاوه یک سال دارین. ولی اگر که از پیش دانشگاهی در واقع نگذرانده باشین، فقط 3 سال دبیرستان رو خونده باشین و بعد یک سال فنی و حرفه‌ای خونده باشین، میشه در واقع 11 سال به علاوه یک سال دارین. یعنی یکیش میشه در واقع 12 سال کامل تحصیلی و یکیش میشه 13 سال کامل تحصیلی، که این دوتا امتیازش توی جدول امتیازات با هم متفاوت هستش. ولی اگر که شما 1800 ساعت تحصیلی نشون بدین که تحصیل کردین، اون موقع در واقع میشه دیپلم به علاوه 1800 ساعت تحصیلی. کبک این رو خیلی با دقت در جدول مشاغلش بیان کرده. مثلا به عنوان مثال کسی که یک درافتس پرسن هستش که کارهای در واقع نقشه کشی رو انجام میده، میگه اگر که شما در واقع نقشه کشی کردی که 1800 ساعت در کلاس بودی، من مثلا شما رو میخوام، به علاوه این که یه امتیاز زیادتری بهت بونس پوینت میدم، ولی خب شما شامل پروسس سری نمیشین. یا برای کسانی که آجر کار هستن، بلک لیرز در واقع میکنن، باز هم همین وضعیت رو داره. میگه اگر شما 900 ساعت این رو خوندین، من به شما در واقع ارجحیت میدم. تفاوتش باز دوباره همونطوری که عرض کردم خدمتتون اینه که یکی دوره های فنی و حرفه‌ای در تهران یا در کل ایران خیلی محدود هست، دوم اینه که ریز نمرات نمیدن. اگر ریز نمرات باشه، باز جاستیفای کردن اینی که شما چند ساعت تحصیلی درس خوندین راحت تر خواهد بود. و سوم اینه که بعضی از این رشته ها رو در واقع شما نمیتونید خیلی معادلش رو در ایران پیدا بکنید، یا اینکه ترجمهش خیلی ترجمه منطبق نمیشه. اون موقع بایستی بیاین در واقع تکیه بکنید به اون تعداد واحدهایی که گذروندین، که باز دوباره اون ترانسکریپت شما مهم میشه. این به طور کلی در رابطه با مدارک فنی و حرفه‌ای. میخواستم حتی همیشه این رو میذاشتم برای آخرین لحظه، چون یه بحث کوتاهی بود ولی متاسفانه وقت نمیشد. چیزی رو که مهم هستش که اشخاص همه بدونن این هستش که شما اگر که دارین ادعای یک مدرک فنی و حرفه‌ای میکنید، بایستی آمادگی جاستیفای کردن اینی که چرا یه همچین ادعایی رو میکنید و مبنی بر اینکه چند ساعت هست رو داشته باشین. یک قانونی در واقع یک قانون گفته شده و عمل نشده ای در ایران وجود داشت که مدارک فنی و حرفه‌ای که درجه یک، درجه دو و یا اگر که بالاتر بودن رو می‌خواستن به صورت مدارک فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس ترجمه بکنن و در واقع معادل بدن. متاسفانه این یک قانونه نوشته شده و عمل نشده ای هستش و الان نه وزارت کار و نه وزارت علوم هیچ کدومشون در واقع ریسپانسیبلیتی این قضیه رو قبول نمی کنن که یه مدرک فنی و حرفه‌ای رو معادل بکنن، یا اینکه برای یه مدرک فنی و حرفه‌ای ما بتونیم از وزارت علوم تایید بگیریم. روی این اصل اونس، در واقع اون ریسپانسیبلیتی، اون مسئولیت به عهده اپلیکنت هستش که به ویزا آفیس به افسر ثابت بکنه که من این تحصیلات رو دارم و معادل چند صد ساعت تحصیلی هست که بتونه اون امتیاز اضافه تر رو بگیره. چون همونطور که میدونید تفاوت بین امتیاز دیپلم که 5 امتیاز هستش با امتیازی که برای یک مدرک تحصیلی یک ساله هستش بعد از تموم شدن 3 ساله دبیرستان 12.7 امتیاز هست، و با توجه به اینکه اگر که یک نفر یک سال رو بعد از پیش دانشگاهی خونده باشه که 13 سال تحصیلی محسوب بشه، این در واقع 15 هستش که تفاوت خیلی زیادی رو ایجاد میکنه، مخصوصا جایی که امتیاز مسئله ساز میشه. برای همین اصل اگر که شما به تکیه بر مدرک فنی و حرفه‌ای تو میخواین اقدام بکنید، بایستی آمادگی این رو داشته باشین که تمام بکاپ داکیومنتس رو که میتونید ارائه بکنید و اینکه بایستی حتما نشون بده که شما چند صد ساعت درس خوندین رو داشته باشین، و بعد هم بتونید در واقع اگر که به مصاحبه دعوت شدین برای افسر جاستیفای بکنید که اون واحدهایی که گذروندین یا اون تعدادی که خوندین در واقع چقدرش کپتی بوده، چقدرش عملی بوده و چند واحد بوده و چند هفته در چند ساعت در هفته بوده و تمام این چیزهای دیگه‌ای که ممکنه سوال برانگیز بشه. برنامه من در این قسمت به پایان میرسه. تا برنامه دفعه بعد که فکر میکنم روز پنجشنبه خواهد بود، همه شما رو به خدا میسپارم. روزهای بسیار خوبی رو برای شما میخوام. خوب و خوش باشین. خدا نگهدار.